مسیحیت اشمایا پاراشای بخ در تورا فصل دوازدهم پاسخ دوازدهم هشم میگه من در شب پسخ میام و رد میشم در ارز میسرعیم و شما خون اون قربان پسخ رو برای علامت با اون خون رنگ بزنید اون خونه هاتون رو در خونتون رو و هشم میگه موقعی که من میام ورائی تیه تدام هشم میگه من این خون رو نگاه میکنم و پسختی علیخم و اون بلا و اون مرگی که میاد تو مصرعیم میگه من خونه شما رو جا میذارم یعنی خونه رو ول میکنم میرم سر خونه مصری ولوی بخم نگفل مشخید و هیچ بلایی برای شما نباشه موقعی که اومدم ضربت بزنم به مصری ها و بعدا در پاسخ کافگیمل پاسخ 23 میگه و آور هشم اون موقعی که مشه توضیح میده به اسرائیل ها میگه و خداوند عبور خواهد کرد که بیاد و ضربت بزنه به این مصری ها و رعای تدام و خداوند میبینه نظر میکنه به اون خونی که در چارچوب در خونه شما هست و خداوند میاد و از در این خونه میگذره و بلا به خونه شما نمیاد. سوالی که اینجا پیش میاد واسه چی خداوند باید بیاد و ببینه این خونه روی چارچوب در اسرائیل ها؟ مگه خداوند نمیدونه این خونه اسرائیله؟ خداوند باید ببینه همه چی جلوه خداوند آشکار، خداوند ناظر بر همه چی. خداوند باید بیاد و ببینه این خونه روی چارچوب و اون موقع بفهمه که اینجا اسرائیل و اینجا مرگ نیاد. این سال اول. سال دوم و هایا لخم ادم راشی گمارا میاره که این علامت برای خودتونه. این خونی که میزدن از تو رنگ میزدن، از تو میزدن به چارچوب خونهشون و نه از بیرون. اگه از تو پس علامتی نیست برای بیرون، فایده نداره برای بیرون. دوما اصلا چه مفهومی داره؟ این گوسفند رو چخیتا کردن، قربانی پسخ کردن، ولی چرا باید خونش رو بزنن به چارچوب خونه؟ چه معنی میده؟ میدونیم که مصری ها گوسفند رو میپرستیدن و این رو میدونستن که مزالشونه. اون مزال اینا در این ماه، ماه نیسان، اون شانسشه که چیه؟ شانس گوسفنده. و اینا اومدن گفتن در این موقع ما قدرتمون خیلی زیاده، در ماه نیسان که ماه نیسانم از طرف مزالوت این گوسفنده و ما هم اینجا الان گوسفند میپرستیم و خداوند اومد گفت برعکس بیاید و این گوسفند رو شخیتا کنید. آرامبام توضیح میدن که بعضی از اسرائیل ها اومده بودن و یک مقداری یاد گرفته بودن از این مصری ها که بله گوسفند هم قدرت داره، سگولا داره، با اینجا میتونیم کارهای بکنیم. اینا از مصری ها یاد گرفته بودن اگر کسی در خونش رو با خون گوسفند رنگ بزنه، اون چارچوبه رو خون بیاد و بماله، این باعث میشه که توی این خونه مرگ بیاد، توی این خونه نابودی بیاد، توی این خونه وبا بیاد، بلا بیاد. اینا از مصری ها یاد گرفته بودن و یه مقدار از این مصری ها یاد گرفته بودن که ایمان بیارن به گوسفند و این چیزهایی که وجود داره. هشم اومد بهشون گفت، دستور داد. آرامبام در مورد نبوخیم میگه دستور به اینا داد که شما بیاید برعکس کار کنید، این خونه رو بمالید روی چارچوب خونتون و اون موقع نجات پیدا بکنید. خداوند میگه من میخوام که شما بفهمید که تمام چیزی که مصری ها میگن هیچ چیزی حقیقا نداره و با مشتن این خون برعکس شما نجات پیدا میکنید. پس چرا میگه و خداوند اومد و ببینم و خداوند دید این خون رو؟ نه که به طور جسمانی این خون رو ببینه، بلکه خداوند ببینه که شما حاضر شدید که تمام این
عقیده های بی خودی خودتون رو کنار بزنید و این خونه رو بمالید روی چارچوب خونتون، موقعی که خداوندید که شما دیگه ایمان ندارید به چیزایی که مصری ها میگن، اون موقعی که خداوند نجاتتون میده. اول باید خودمون رو تمیز کنیم، عقیده های بی خودی خودمون رو کنار بزنیم، موقع هاشم نجاتمون میده. در موقع ماشیخ هم همینطوریه، اول باید همه تشوبه کنیم، عقیده هایی که از دوی ما گرفتیم کنار بزنیم، اون موقع ماشیخ میاد. شبات شلوم.